درود بر شما هموطنان و بینندگان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم امروز روز چهار شنبه است و یازدهم از ماه می در روزهای چهار شنبه در خدمت شما هستم به مدت یک ساعت من در سفر هستم در مثلا مرخصی اما در واقع گفت رشته ای بر گردنم افکنده دوست تار و پودش از محبت های اوست گاه اینجا گاه اونجا میکشد میکشد هر جا که خاطر خواه, خواه اوست باری ما که دل ما برای شما تنگ میشه اگر که ما حاضر نشویم در این تلویزیون را با شما صحبت نکنیم خدمتتون ارز کردم پیش از این بنده تکرار کردم خدمت شما این سخن را که سیستم استبدادی مانند گاوداری اداره میشه یعنی صاحب گاوداری اگر بخواد علف به گاوها میده اگر نخواد نمیده هر موقع بخواد یه تعدادش میده قصابی سر میبرن توضیحی برای گاوها نمیده دیکتاتوری هم همین جور هست البته این توهین متوجه مستبد هست نه مردم باری مملکت ما متاسفانه داره به همین وش تمثیلی عرض میکنم اداره میشه یک شخصی به نام جناب آقای علی خامنه ای عرض کنم که مد ذله عالی، آمده است و چماق رو به دست گرفته و هیچ جوابی به هیچ یک از این جنایات به هیچ یک از این تصمیمات ضد ملی نمیدهد سهل است که از ملت طلبکارم هستن ایشان سالها پیش دستور فرمودند میانبر بزنید به علم و فرمان تشکیلات اتمی ایران را صادر کردند و خسران فوق العاده و ضرر ناگفتنی به این ملت فقیر وارد کردند یعنی میزان سرمایه‌ای که در این راه رفت نقدن و اون چه در واقع به زبان انگلیسی opportunity کاست گفته می شود یعنی در واقع هزینه فرصت اگر حساب بکنیم از میلیاردها بالا می رود اما آقا خامنی که جوابگو نیست سرانجام زانو زدن دست غربی ها رو بوسیدن تشکیلات اتمی رو عرض کنم که سیمان کردن یک مش آشغال که جمع کرده بودن اینها رو تحویل دادم به غلط کردم نفهمیدم شکر خوردم افتادن و هیچ جوابی به ملت ندادن این سرمایه ها کجا رفت با این سرمایه ها که به هوا و هدر رفت و این خیانت بزرگ که به این ملت شد در واقع میشد ایران رو گلستان کرد در واقع مردم فقیر بلوچستان و سیستان و کردستان و آذربایجان و بندرعباس و سرتاسر این مملکت هزینه این رو پرداخت کردن در حالی که با شکم گرسنه شبها میخواب بنابراین شما هموطنان عزیز ارز میکنم که من اینجا پرداخت کردید از جیب فرد فرد شما هموطنان گرامی و نازنین ما این پول رفت و این سرمایه رفت و اصلا معلوم نیست این مملکت به چه بشت داره داره میشه خیلی از شما عذر میخوام یک دوست دانای دیروز به من زنگ زد در حال گریه بود گفتم آقا چه خبر است گفت ایران تبدیل شده است به یک فاحشه خانه مردانه گفتم چگونه است گفت به خدا سوگند دیده شده است که آره نام شهر را نمیبرم که برادر بزرگتر دست برادر کوچکتر را میگیرد و میفروشد میفروشد یعنی داستان فحشا و داستان انحطاط به وجهی نیست که بنده قادر باشم در بابش صحبت کنم امروز هم برای این مطلب اینجا خدمت شما نیستم چون داستان بر سر اتم بوده شما حق دارید بدانید آقا مقصود چیست این اتم که میخواست از آقای خامنه بسازه از اصلا چه ماهیتی داره و از کجا آمده و یک کتابی در این با مخلص به سال 2002 نوشتم چون در زبان پارسی این واقعی مهم داره کتابی نبود یکی دو مقاله ما بچه بودیم در سپید و سیاه و این سومونسو ارز میکنم که نوشته شد مقاله های خیلی کوتاه و غیر علمی و من خیلی حیرت میکردم که چرا هیچ کنه منبعی نیست این از که لازم دیدم که یک کتابی در این باب نوشته شود یک دو سه سالی در باب موضوعات علمی اون تحقیق کردم و به تاریخ آن و بعد هم این کتاب منتشر شد من میخوام در این وقتی که ما امروز داریم به طور خیلی مختصر و فشرده برای شما این داستان اتم رو برای شما صحبت کنم که شما بدانید این چند میلیارد رو برای چه دادید حداقل بدانید این چه بوده خدمتون ارز کنم اتم اساسا یک واژه یونانی است و به معنای کوچکترین جزء ارز کنم که ماده است و به معنای غیرقابل تقسیم هست در روزگار یونان قدیم فیلسوفان بودند که اینا رو اصطلاحاً اتمیست میگفتند مشهورترین آنها که نامشون در تاریخ مانده از کنم که دموکلیتوس هست و ابیغور هست و یک شاعری به نام لوکریتوس آمده است و اندیشه های این ها رو به شعر گفته است که بسیار بسیار شاعر مشهور بوده است شاعر رومی و در یونان قدیم داستان مطرح بود همواره داستان برای بشر مطلب بوده که دنیا از چه چیزی ساخته شده است این یونانیان هوشمند در بیشتر از دو هزار و اندی سال پیش آمدن و این داستان اتم رو به میان انداختن و بعد مطلب گم شد یعنی وقتی هم که رسید به از کنم پیروان عرستو و پیروان دانش یونانی آدمی مثل ابن سینا پشتیبانی میکند که جهان پیوسته واحد است بعضی کسان گرایش به اتم داشتن مثل ابورهان بیرونی و رازی و بعد در کتاب بسته شد تا میرسیم به بعد از رنسانس و بعد از نیوتون و گالیله و تئوری های اینها فیزیکدان ها گفتن آقا همه چیز کشف شد قوانین نیوتون جهان رو توضیح داده دیگه فیزیکی وجود نداره و بر این عقیده بودن تا ناگهان باب جدیدی بر علم باز شد در واقع یک آزمایشی انجام میدادند که فشار گازها رو بر روی یک در واقع محفظه بسته آز آزمایش کنند و محاسبه کنند هر چه کردن دیدن در واقع فیزیک و مکانیک نیوتون اینجا کار نمی کنن. آمدن از آقای مکسول کمک خواستن مکسول خداوند الکتریسیته و مغناطیس هست یکی از بزرگترین پیامبران اصل جدید هست پیامبران آقا اینها بودند اینها بودند کاشفان بزرگ کسانی که بشر رو به جلو بردند و دید موشکاف اینها زندگی رو بر روی این سطح زمین پیش برد و به کشف رموز طبیعت نائل آمدن اینها پیغمبرانند اینها پیغمبرانند در واقع خدا هم فکر می کنم احسنت میگوید به چنین فرزندانی مثل مکسول محاسباتی کرده گفت آقا میسر نیست و بعد موضوع اتم رو دوباره به میان انداخت که این گاز حاوی ها اتم هاست با سرعت های مختلف و فشارهای مختلف وارد می کند و بر, بر مبنای حساب احتمالی و ریاضیات احتمالی مکسول مشکل را حل کرد و موضوع اتم دوباره به میان افتاد از سوی دیگر اینها مختصر قضیه است گفت من از مفصل این قصه مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که البته نمیشه بعد کتاب ها خون تا این مفصلش معلوم شود در ابتدای قرن ما یک دانشمند داریم فرانسوی به نام هنری بکرل همه هنری بکرل رو لطفا تصویرش نشون بدین این آقای هنری بکرل خودش و پدرش اینا علاقه زیاد داشتند برای تحقیقات بر روی فلزات آقای بکرل آمد و دید از فلز اورانیوم که اورانیوم رو یک آلمانی مارتین کلاپورد کشف کرده بود و به نام در واقع از سیاره اورانوس اسم این رو هم اورانیوم گذاشته بود آقای بکرل مشغول تحقیقات بود در آزمایشگاه دید یک تشعشعی مداوم از سنگ معدن اورانیوم خارج میشه که صفحه عکاسی رو برش تاثیر میذاره خیلی حیرت کرد که این چه پدیده است اما گویا حوصله دنبال کردن قضیه را نداشت در این موقع یک زن دانشمند که در اعداد بزرگترین دانشمندان تاریخ به شمار است به نام خانم ماری کوری که لهستانی است آمده بود و اون اولین زنی است که در واقع وارد دانشگاه سوربن شده است اولین زنی است که دکترا گرفته است اولین زنی است که دو نوبل گرفته است اولین خانومی است که دخترش نوبل گرفته است و بکرل تحقیقات خود رو به خانم کوری داد گفت آقا یک تشعشعی من میبینم اسمش چه گذاشت رادیو اکتیویته وقتی ما میگیم رادیو اکتیویته در واقع به منظور آلفا، بیتا و تشعشع منظور تشعشعات آلفا بتا و گاماس که اینا خودشون داستانها دارن اون دو, دو, تای نخستین نیروی چندانی ندارن اما اون چه مخرب است و بسیار کشنده است اشعه گاماس که بسیار نافذ است و این خانم شروع کرد به تحقیق بر روی فلز اورانیوم و متوجه شد اورانیوم خالص تشعشعش کمتر هست از سنگ اورانیوم و فکر کرد یک چیز دیگری باید باشد در داخل این سنگ یا چیزها باید باشد که اونها به لحاظ رادیو اکتیویته نیرومندتر از اورانیوم هستند و با رنج بسیار و با تشکیلات اندک خانم ماری کوری که البته پیر هم به او کمک میکرد همسرش پیر کوری به او کمک میکرد توانست فلز پولونیوم و رادیوم را هم کشف بکند پولونیوم در واقع پولن یا لهستان زادگاه خانم کونی بود به افتخار او نام... بخ... این نام رو از وطن او گرفت از توی پولونیوم و رادیوم و در جدید برای علم فیزیک باز شد و تحقیقات بر روی ارز کنم که داستان رادیو اکتیویته و اتم ها و اینکه این, این چگونه انجام می شود آغاز شد و در واقع این فکر که این اتم از چه چیزی ساخته شده است این است که مشغول شدن به کار اولین کشف کشف در در ساختار ساختار اتم اولین کشف کشف الکترون بوده که در انگلستان انجام شد در لابراتوار مشهور دانشگاه کمبریج و ارز کنم که یک دانشمند ما داریم به نام راترفورد ارنست راترفورد این راترفورد پدر فیزیک اتمی است آقای راترفورد ارز کنم که در انگلستان کار میکرد در لاوراتور دانشگاه دانشگاه کمبریج کار میکرد و روی ساختمان اتم کار میکرد و و متوجه شد جسم سنگینی در مرکز ارز کنم اتم هست روی طلا در واقع کار میکرد و کشف پروتون کرد پروتون یعنی اتم دارای از کنم یک مرکزی است دارای پروتون نوترون را هم پیش بینی کرد اما موفق نشد عمرش کفاف نداد آقای راترفورد رفته بود مشغول از کنم که در واقع بر روی درخت داشت اونجا باغبانی میکرد که به زمین افتاد و پدر فیزیک اتمی مرد و در کنار نیوتون رو خاک کردن بعد چادویک انگلیسی آمد و نوترون را هم کرد که داره بار ارز کنم که الکتریکی نیست و خونساست و ساختمان اتم به دست آمد متوجه شدن آدمها که این اتم که یونانیان میگفتند بدین شکل است یعنی داره یک مرکزی است پروتون و نوترون و بر اطرافش الکترون که دارای بار الکتریستی منفی و پروتون که دارای بار مثبت هست و این مجموع این دو با هم برابر همدیگر خونسا میکنن نوترون اونجا نشسته و بدون بار الکتریکی است تمام جهان در واقع به دنبال این قضیه افتادن که بیشتر کشف بکنن که داستان چگونه است و, و این دارای چه خاصیتی است و آیا می شود او رو شکست یا اونطوری که یونانیان گفتن قابل شکستن نیست چون گفته بودن که این چون کوچکترین ریزه هست دیگه قابل تقسیم نیست و در آلمان در آن روزگار فیزیک پیشرفت بود و در عین این احوال یک دانشمندی به نام رابرت اوپنهایمر از آمریکا رفت به آلمان در آن روزگار هیچ کس دانشش تکمیل نمیشد مگر اینکه برود در دانشگاه های آلمان زیر دست دانشمندان آلمانی تحصیل بکند این است که اوپنهایمر که در واقع زاده نیویورک بود پدرش یهودی بود اینا کار پارچه و فروشی و این چیزا بودن به هاروارد رفت و در, 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 در دورشته اونجا به خصوص فیزیک و شیمی چیز کرد زبان شناسی میخوان و مرد نابغه بود واقعا از کنم که علامه که میگفتن مثل لایبنیتس و اینها در روزگار قدیم در عصر جدید اوپنهایمر را هم کلی گفتن یعنی علامه این آقای اوپنهایمر گفت من تحصیلاتم تکمیل نمیشود مگه مگر بروم به آلمان ابتدا رفت در انگلیس و شاگرد راترفورد شد راترفورد خیلی خشک بود و فضای انگلیس رو نپسندید و همطور که مقصدش بود به آلمان رفت و در اونجا دکترای خودش هم اونجا گرفت و مقالاتی حدود 27 مقاله در باب بلک هول نوشت و به عنوان یک دانشمند کامل و جامع و دارای سابقه درخشان به با آمریکا بازگشت برزنه در مؤسسه قیصر ویلهلم که یکی از بزرگترین و بهترین لابراتورهای جهان بود در اونجا ما دانشمندی دانشمند دیگری داریم به نام دکتر هان دکتر آتا هان و همکارش و همکار میکردن بر روی همین داستان اورانیوم که ببینن چگونه است و دکتر هان یک روز مشغول بمباران فلز اورانیوم بود ناگهان متوجه شد که این فلز شکست و به فلزات سنگین دیگری تبدیل شد و از خود انرژی هم ساطع کرد بین سالهای 1900 تا 1905 و بعد تا 1916 عرض میکنم آقای آلبرت آینشتان هم پیدا شده بود از سوی دیگر و آمده بود و در واقع ثابت کرده بود از طریق ریاضی که ماده و انرژی یک چیز هستند هر دو به هم تبدیل هستند این قانون ثابت بودن ماده و انرژی در واقع میشه شود گفت شد یه قانون چون ماده قابل تبدیل هست به انرژی جول پیش از اینشتین گفته بود که کار و انرژی یک چیز هستند انرژی تبدیل به کار میشه و کار تبدیل به انرژی اینشتین گفت آقا ماده تبدیل به انرژی میشه و انرژی تبدیل به ماده این رو هم در اختیار داشتن دانشمندان وقتی که مشغول شدن به این کار به حدود سال 1938 بود که حدود 38 که دکتر هان توانست بشکن اتم رو و تبدیل بشود به مواد سنگین و مقدار انرژی که آزاد میکنه اون متوجه شد که این یک چیز خطرناکی است و اگر به دست نازی ها بیفتد حتما سعی خواهند کرد که از اون استفاده نظامی بکنند عرض می که یک همکاری داشت این خانو این دکتر هان به نام لیز مایتنر که عکسشون نداریم به شما نشون بدیم خانم لیز مایتنر بعد از اینکه این, که این تعصبات دیوانوار از کنن نازی ها آمدند خانم لیز مایتنر گریخ و به سوئد رفت و در اونجا یک دانشمند قولاسا داریم به نام نیل بور او هم در اونجا بود و اون نظر داده بود که هستی اتم مثل قطره آب همون که قطره آب نازک میشه نازک از هم جدا میشه این بدین وضعه این نظریه قطری بور مشهور هست هان رادیوکمیست بود برداشت و نامه نوشت ارز کنم که به یکی از دانشمندان که اونجا که قوم خیش همه خانم مایتنر بود که شما فیزیکتان ها به من بگویید این چه پدیده بود این چرا شکست و اینها اینها آمدن و دیدن که بله نظریه قطری بودن آقای بور درست است با بور در میون گذاشتن آقای بور که در واقع اونچه ما در کتاب های و دبیرستانی و دانشگاهی میبینیم در واقع اتم در واقع یادگار او سی دانشمندی ردیف آقای آلبرت اینشتین بود و قصد سفر به آمریکا داشت قصد سفر به آمریکا داشت و یک همراهی هم داشت و اون صحبت کرد و با کشتی آمدن به آمریکا و در نیویورک پیاده شدند به مرزی که پیاده شدن اون رفیق همراه در واقع راز را برملا کرد و سر غمش در دهن عام افتاد نیل بور وقتی دید که راز برملا شده است و اینا آمد و در دانشگاه های متبر سمیناری گذاشت و همه جهان متوجه شدند که چنین اتفاقی بس مهم در آلمان افتاده و اتم شکسته و در آن روزگار ارز کنم که دانشمندان یهودی فرار کردند هر روز یک دستوری هیتلر صادر میکرد که امروز یهودیها در بخش دندون پزشکی آلمان نباشند فردا میگفت در, در سوسیالوژی نباشند پس فردا میگفت در فیزیک نباشند و جامعه آلمان یک جامعه پیشرفته بود به این معانی توجه نداشت تعصب نداشت اینها اما این آدم این از کنم که سرجوخه در واقع این سخن رو به میان انداخت و این سخن باطل که نجاد برتر مایی و چه و چنان که من واردش نمیشم شروع کردن و مهاجرت کردن و چند تن از برگزیده ترین اینها و آمریکا آمدن از جمله آقای لیو زیلارد اهل مجارستان از دانشمندان بزرگ در واقع این شکستن اتم و ساختن بمب اتم اندیشش ابتدا از ذهن آقای لیو زیلارد گذشت پشت یک چراغ قرمز در لندن میخواست بره اون طرف خیابان فکر کرد اگر ما یک نوترون به مرکز یک اتم شلیک کنیم که دو تا در واقع آزاد بکنه و بعد هر یکی از آنها باز دو تا و دو تا ما میتوانیم یک انفجار داشته باشیم انفجار اتمی بلا پاسر رفت در اداره ثبت اختراعات لندن این رو به نام خودش ثبت کرد به بچی که دولت آمریکا وقتی میخواست بمب اتمی بسازی این اختراع از او خرید لیو زیلار بسیار نگران بود از این داستان و ادوارد تیلر و انریکو فرمی اینا دانشمندان تراز اول در واقع فیزیک بودن که در آلمان تحصیل کرده بودند. ادوارد تلر شاگرد ورنر هایزنبرگ بود هایزنبرگ کبیر در واقع و فرمی البته در ایتالیا کار میکرد چون ایتالیایی بود ولی خانمش یهودی بود فرمی ثابت کرده بود که از در واقع اورانیوم میشود با بمباران اورانیوم تحت شرایط خاص فلزه سنگینتری ساخت و این مقدمه ساختن پلوتونیوم شد پلوتونیوم در طبیعت وجود نداره پلوتونیوم باید از اورانیوم ساخته بشه بیشتر بمب ها امروز پلوتونیومیست به لحاظی خدمتون خواهم،, خواهم گفت اینا آمدن اینجا و سخت نگران بودن که <تصفح> اگر آلمان ها دست بیابند به بمب اتمی اینها جهان رو زیر رو خواهند کرد و هیچ کس دیگر حریف اینا نخواهد شد در نیویورک جمع شده بودند مرتب جلسه می کردن. از همه آتشین تر آقای لیو زیلارد بود دوستان عکس زیلارد رو نشون بدین هموطنان ما با چهره این مرد بزرگ آشنا بشن آقای ادوارد تلر هم بود و اینها نشسته بودن که چه بکنیم انریکو فرمی از بکنم که آمد و به توصیه اون دو دوست خود رفت به در واقع مرکز نیروی دریایی آمریکا و در اونجا گفت من یک سر مهمی دارم حرف مهمی می دارم میخوام با یک جنرال صحبت کنم یک آدم بیعقلی اونجا گفت که چی میخوای اینجا گفت اینا رب ریتش گفت یه یعنی مرتی که آمده اینجا یه لغت توهینامیزی است در حق ایتالیا دارن امریکایی ها آمده و چنین میگه اون آقا هم اومد گفت تو بینم چی میگه گفت. گفت برو خدا پدرت میام از این لاتایلات چی میگه اینها و فرمین شکسته برگشت با آقا اینا گوش نمیکنم به حرف ما در همان زمان همزمان با این فعالیت ها که این دانشمندان میکردند و واقعا میترسیدن و شبا خوابشون نمی برد آقای آلبرت آینشتاین که در مرکز آموزش عالی در همین پرینستون کار می کرد حوزه پرینستون آمد آمده بود تفریح آمده بود اونجا کنم که این تفریح گفتن آها اینشتن از همه ما معروفتر است ما برویم به او و بگوییم یک نامه بنویسد به پادشاه بلژیک که معادن اورانیوم کنگو رو محافظت کند چون کنگو در روزگار در واقع مستعمره بلژیک بود اینا رفتند و نامه رو نوشتند و از کنم ترجمه کردند و اینها وقتی بردن که آخرین تایپ رو چیز کنند یک روسی بود که مشاور اقتصادی آقای پرزیدنت روزولد بود برخورد کرد اتفاق روزگار تاریخ اونجا رقم خورد و گفت که آقا این نامه کاری نخواهد کرد به لحاظ اینکه آلمان ها خیلی به سرعت بلژیک خواهند گرفت و معادن رو در دست خواهند داشت بنابراین این نامه کاری نمی کن. ما بایستی مطلب رو با رئیس جمهور آمریکا در میان بگذاریم این است که آقای اینشتین یک نامه نوشته است که نامه مهمی است هست در اون مرکز اتمی که به صورت موزه در آمده نامه ایشون هست و به پرزیدنت اطلاع داد که تحقیقات اخیر فرمی و زیلار به من نشان داده است من ثابت کرده است که می شود یک بمب بسیار مخربی از عنصر اورانیوم ساخته بشود چون میدونست که روزولد فیزیک نمیداند به یک زبانی نمیش که او بفهمد که مثلا اگر ما این بم رو بگذاریم در یک قایق کشتی بیاوریم در یک ساحلی منفجر کنیم همه شهر ساحلی رو از بین خواهد برد چنین و چنان روزولد مرد عاقلی بود میدارست که مردی مثل انشتن محمل نمیگوید این از که م... یک مشاور علمی داشت به نام دکتر بوش که هیچ ربطی به این بوش ها هم نداشت البته اینها نمیشه اقدام شود اونجا کمیته اورانیوم کمیته اورانیوم در اونجا تشکیل شد و گفتند خب حالا ما کاری که باید برد بکنیم این است که دانشمندان رو جمع بری کنیم یک رئیس لازم دارد آمدن یک جنرال بسیار سختگیر به نام جنرال گروه که البته سرهنگ بود و این ساختمان پنتاگان یعنی وزارت دفاع آمریکا که میبینید که پنج زلی او اون ساخته بود یعنی اون سرپرستی کرده اون ساخته بود خیلی کارآمد بود یک شکم بزرگی هم داشت و عجیب مرد کارآمدی بود و خیلی نظامی منضبطی بود این رو به عنوان رئیس پروژه انتخاب کردن و گفتن تو برو بگرد بهترین دانشمندی که آمریکا در این زمینه دارد رو پیدا کن و از طریق ایشان بقیه دانشمندان فراری آلمانی و اینها هم جمع بری کنید یک محلی که و محلی که در اونجا ما تحقیقات کنیم ایشون هم آمد این سو و اون سو به گردش پرداخت و سرانجام برخورد کرد به آقای اوپنهایمر و اینها با هم دوست شدند و او رو پسندید آمد گفت یک علامه پیدا کردم که بایستی ریاست این تیم علمی رو برای ساختن بمب اتمی به عهده بگیرد اوپنهایمر شروع کرد به جمع آوری دانشمندان نظیر ادوارد ترل و آقای زیلار و انریکو فرمی و بیت هانس و آمریکا و انگلیس در این زمینه شریک شدند چادویک و بسیاری دیگر که چه انگلیسی بودند یا آلمانی که آمده بودن در انگلیس اونها را هم فرستادن و قرار شد که اسرار اتمی که به آمریکا به دست می در اختیار عموی پیر خود انگلیس بگذارد و همین کار رو هم کرد باری اینها مشغول شدند با سرمایه گذاری دو بیلیون دلار اگر اشتباه نکنم دو بیلیون دلار سرمایه گذاری شد این آقای اوپنهایمر بچه بود بچه مریضی بود خیلی لاغر بود لاجون بود به قول هوا پدرش میبردش در یک منطقه در جنوب اونجا از سواری کنه و وقتی قرار بر این شد که در یک نقطه دور افتاده لابراتور بسازن آقای اوپنهایمر همون محل رو انتخاب کرد از می که و لابراتوار در اونجا به نام لابراتوار لوس آلاموس در نیو, نیو مکسیکو و در اونجا مشغول شدن از سوی دیگر از بکنم خدمت شما و گرامی در دانشگاه پرکلی در لابراتوار دانشگاه پرکلی در اونجا پلوتونیوم هم کش شد یعنی در واقع بر اثر بمباران نیوتون پلوتیونیوم هم کشف شد که سوخت و سازش البته از اورانیوم بیشتر هست و آمریکایی ها در واقع شدن صاحب مقدار کافی اورانیوم و پلوتونیوم برای ساختن دو بمب و این تحقیقات ادامه یافت در لابراتور لوس آلاموز و نخستین بمب اتمی ساخته شد از جنس پلوتونیوم پلوتونیومی و جنگ هم البته ادامه داشت آلمان ها شروع کردن به تحقیق و آنها در واقع آب سنگین رو انتخاب کردن و به خاطری که شما نیازمند یک مادریتور هستید به لحاظ علمی که بتوانید فرنفار رو کنترل بکنید و با کارهای دیگر یکی از این دانشمندان خوشبختانه دچار اشتباه شد روی کربون کار میکرد و بعد این در واقع تنها کارخانه آب سنگین در نروژ بود و متفقه این که داستان چیست رفتن و اونجا رو بمباران کردن یک فیلمی هم در این زمینه ساختند و آب سنگین دیگه به دست آلمان ها نرسید و تحقیقاتشان نیمه کار ماند و اینها در واقع میخواستند یک انجین اتمی بسازند آلمان ها در اندیشه بمب اتمی نیفتاده بودند اما وحشتش از رئیس جمهور آمریکا تا دانشمندانی که اهل فن بودند وحشتش گرفته بود که اگر که اینها دست بیابند به چنین پدیده ای ما دیگر نمیتوانیم توانیم جلوی نازی ها رو بگیریم و اینها دنیا رو خراب خواهد کرد و تحقیقاتشان در این مرکز که در همون لابراتوار قیصر سربیر بود بود یک جای دیگر منتقل شد رئیس پروژه هم آقای آیزنبرگ بود اما به نتیجه نرسید و ارتش همواره کار رو سریع میخواد نتیجه سریع میخواد آمدن گفتن آقا شما این کار رو به نتیجه نرسندین یک بودجه کمی هم که برای این کار به این دانشمندان میدادن اون هم قطع کردن و تحقیقات آلمان ها متوقف شد در واقع وحشت متفقین بیهوده بود اینها ها انقدر ترسیده بودند که وقتی شنیدن که آقای هایزنبرگ برای یک سخنرانی به سوئیس می رود یک نفر فرستادن مسلح در جلسه سخنرانی گفتن اگر که آقای هایزنبرگ در این سخنرانی اشاره به اتم کرد همون جا جلو جمع شما ایشون رو میکشی و ما تو رو نجات میدیم این آقا محمد ردیف اول نشست هایزنبرگ آمده بود راجب ریاضیات صحبت کنه هیچ اشاره به هیچ قضیه نکرد و صحیح و سالم به همدالله از اونجا بیرون رفت اما کار در،, در،, در آمریکا ادامه داشت و این بم ساخته شد مشکلات عمده فنی پیش آمد که حالا گفتنشم ارز کنم که خارج از موضوع هست و ضرورتی ندارد اما ساخته شد و قرار شد که این رو آزمایش بکنند هیچکس نمیدانست چه اتفاقی میفت یه کسی میگفت اگر ما این رو منفجر کنیم تمام فضای زمین آتش میگیره و حیات از بین میره و حدسیات مختلف در این باب میزدند. و سرانجام آمدن و یک برج بلند ساختن فولادی و این بوم رو آویختن به این برج و آماده تماشای اولین انفجار اتمی تاریخ شدن و اتفاقا با موفقیت تو هم بود این داستان جنگ ادامه داشت و میدانید که روس ها دوستان آمریکایی ها بودند و همونطور که مکرر عرض کردم خدمتون قرار بود در فاز پایانی جنگ روس ها حمله بکنند و کمک بکنند به آمریکا برای تسخیر ژاپن وقتی این اتفاق افتاد در نشست پوتستام اگر شما نکنم آقای دیگه فوت شده بود آقای ترومن ماجرا رو به آقای استالین گفت به هر صورت آزمایش با موفقیت انجام شد یک انفجار فوقلاده ای به وجود آمد که چشمها رو خیره کرد و این اولین انفجار در واقع اتمی تاریخ بود و بعد شروع کردن به ساختن بمب هایی که میبایستی بر روی ژاپن بیاندازند نخستین اینها بهش میگفتن لیدل بوی لیدل بوی در واقع اشاره بود به اوپنهایمر و فتمن فتمن اشاره بود در واقع به چرچیل و هر دو بوم ساخته شد و اینها آمدن و شروع کردند به مطالعه از اون سو آقای لیوزینارد و بسیاری دانشمندان مخالفت می‌کردند با چنین چیزی که این یک کار ضد بشری است شما نباید که چنین کاری انجام بدهید شما میتوانید از ژاپنی ها دعوت کنید از سران ژاپن که در یک صحرایی در یک جایی بیایند و قدرت مخرب بمب اتمی رو ببینن و اگر دیدن تسلیم می شود آقای زیلار این رو می گفت عرض می شود که اسنادی در دست هست که اف بی آی افتاده بود دنبال آقای لیو زیلار که بهانه بگیرن و او رو زندانی بکنن حتی دو مصاحبه هم با آقای اینشتین کردن چون این دوتا با هم کار میکردن در آلمان و در آن روزگار یک یخچال اختراع کرده بودند که بعدها دیگه به درد نخورد حالا بماند چون دوستش بود آمدند بازجوی و بازجویی که این چگونه آدم است چین و چنان و بسیاری دیگه از دانشمندان بسیار مخالف این عمل غیر انسانی بودند اما آمریکایی ها میخواستند با در واقع فشار این بوم بر فراز یکی از شهرهای ژاپن قدرت خود رو نشون بدن در درجه اول و بعد به مردم هم بگویند سرمایه هایی که ما گذاشتیم به هدر نرفت دو بیلیون دلار سرمایه بهش میگویند بزرگترین قمار علمی تاریخ آقای خامنه ای بیشتر از 500 میلیون دلار خرج کرد برای ساختن بم و به جایی نرسید و آخرش به التماس افتاد بیچاره و هیچ توضیح هم به ملت نداد هیچ معذرتی هم نخواسته در اون روزگار دو میلیون دلار البته ثروت کلانی بود و اما کار به نتیجه رسیده بود سیکرت کار رو در اختیار انگلیسی ها هم فقط انگلیسی ها گذاشتن و بعد آمدند و اینها بخش مهمی از نیرو نیروی دریای آمریکا در قسمت پاسیفیک در اطراف چین و فیلیپین و ژاپن اونجا در حال جنگ بود جزیره تینین رو از دست ژاپنی ها گرفتند و روزی که قرار بود که این کارها انجام میشه با کشتی پلیس یک بخش از اون توده اورانیوم فرستادن بخش دیگرش رو با هواپیما فرستادن و در جزیره تینیان به شهری که مخلص مفصلا در این کتاب آوردم اونجا بر روی هم گذاشتن و این بمب ساخته شد و با یک هواپیمای B29 به خلبانی آقای تیبت لطفا عکس آقای تیبت رو نشون بدید اینها فرستادن روز ششم آگست سال 1945 و شهر زیبای هیروشیما که تا اون روز مطلقا مورد تعرض واقع نشده بود و هدف قرار دادن و این بم در حدود 1500 پای زمین منفجر کردن اینجور جور ها رو معمولا به زمین نمی وضعیت زمین رو در نظر می گیرن در یک ارتفاعی منفجر می کنن که بیشترین فشار رو وارد کنه و بیشترین صدمات رو به ساکنان آن وارد کنند و موفق بود در واقع روز 6 آگست حدود ساعت 8 و 15 دقیقه و 30 ثانیه لیتل بوی بر فراز هیرو هیروشیما منفجر شد و شهر هیروشیما منهدم شد و تا اون روز اینها اطلاع نداشتند که آقا این تشعشعات با مردم چیکار خواهد کرد و اینها تا, یک سال در واقع تا قریب ده سال این تشعشعات زیانهای های خودش رو وارد میکرد و روز نهم از همان ما و ترین روز برای ژاپن بود به جهت اینکه نیم فتمن رو که پلوتونیومی بود بر شهر ناکازاکی انداختن و همزمان مسکو اعلان جنگ علیه ژاپن داد و ژاپن تسلیم شد این آخرین انفجاری بوده است که رخ داده و غیر قابل تصوره این تصور دیوانه آخوندها مملکتی که زیر ساخت صنعتی برای ساختن بنزین یه لیت بنزین نداره و یه سوزن خیاطی این مسئله از سوزن خیاتی خیلی است اون در اونجا ساخته نمی شود ناگهان تصمیم گرفت که ثروت ملی رو در این راه بریزد که بعد اینها رو سوار موشک بکند و دنیا رو چنین و چنان بکند و عاقبت کار رو دیدیم باری این آقایان به مردم ایران معذرت بسیار به دهکار هستند اما هم همونطور که ارز کردم دستگاه استبداد هرگز توضیح نمیدهد هرگز مردم رو قابل نمیداند که توضیح بدهد و تا روزگاری که استبداد برقرار است این بیچارگی و این انحطاط و این بدبختی در سر ما خواهد بود و ما چاره ای نداریم جز اون که با اتفاق و اتحاد این اهریمنان رو که حقیقتا در تاریخ دیده نشده مثل اینها این نوع حکومت و این نوع پیامت ها که حاصل این حکومت بوده هرگز دیده نشده هموطنان این اولویت بیرون کردن اینها از دستگاه قدرت و باز پس گرفتن حق ملت که حکومت ملی باشد این بایستی در اولیابیت ها باشد از توجه شما سپاسگزارم، از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زنی زنده و